رو بخواهن یک جدایی تصور کنن. خود مردم حاضرند و با توکل به خداوند این توطئه ها رو خونسا خواهند کرد. آیت الله کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان نیز با بیان اینکه در چند سال اخیر در 7 آبان گروهی اندک از سلطنت طلبان به بهانه گرامی داشتی روز کوروش با هنجار شکنی به اعتقادات و باورهای مذهبی مردم توهین می کنند افسود بیشتر این تعداد اندک که 7 آبان ماه هر سال در پاسارگاد گرد هم می آیند از حقایق تاریخی و حتی شخصیت کوروش اطلاعی ندارند. این استاد دانشگاه افسود با کمال بیشرمی شعار جانم فدای ایران سر می دهند در حالی که در روزهای دفاع مقدس که مردم ایران زیر انواع فشارها و مشکلات و کشور آماج حمله های ظالمانه دشمنان بود کوچکترین کمکی به وطن نکردند. حتی برخی از آنان با دشمن بعثی همراه بودند. سید محسن علوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به درج مطلبی منتسب به وی در خصوص برگزاری مراسم روز کوروش در یکی از رسانه ها افسود خبر انتسابی به این جانب در آن رسانه به گونه‌ای درج شده است که نظر شخصی این جانب بر تأکید برگزاری این همایش است، در حالی که در پاسخ خبرنگار مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص برگزاری این مراسم چیست صراحتا اعلام کردم این جانب حقوقدان هستم و نه متخصص امور فرهنگی و دینی، اما در طول یک سال گذشته صراحتا اعلام کردم پروژه 7 آبان مصداق بارز نفوذ و اهداف دیگری پشت این مراسم نهفته است که هوشیاری مسئولان امنیتی و مردم را می‌طلبد.